با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. ویدئوی تازه منتشر شده از صحبت‌های پدر بابک خرم‌دین در مراسم اکران فیلمش توسط مجید توکلی کارگردان سینما و استراب‌های بابک خرم‌دین. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. مجید توکلی کارگردان سینما نوشت: راستش فکر نمی کردم ویدیوی مراسم اکران فیلم بابک خرم‌دین عزیز انقدر دست به دست بشه. برای من به عنوان سینماگر که سابقه فعالیت در سینمای مستند و قبل‌تر از اون یک دهه حضور در مطبوعات رو داشتم، انتشار همچین تصویری از پدیده‌های جامعه‌ای ملتهب امروز ما یا شاید در یک قرن اخیر کاملاً بازگشت به حس ماجراجویی ژورنالیستی و بررسی چرایی یک حادثه بود. اما با ساب‌های باور نکردنی این انتشار و سوال‌های مکرر پیرامون دلیل حذف صحبت‌های پدر بابک باعث شد ویدیوی بخش حذف شده مراسم اکران فیلم بابک رو منتشر کنم. دلیل حذف این بخش در ویدیوی قبلی کاملاً احساسی و شاید از سر خشم بود، نه حذف از سر سانسور که در خیلی از کامنت‌ها و پیام‌ها به آن اشاره شده بود. این ویدیو و کات‌های تدوینگر خلاقم آقای محسن نجفی هنگام صحبت‌های پدر بابک امروز و بعد از این اتفاق هولناک معنی فرامتن و عجیبی پیدا کرده که مجبورم کرد بارها و بارها ببینم و همچنان با این سوال بی جواب درگیر باشم که چجوری همچین چیزی ممکنه. وقتی فیلم سوگنامه‌ای برای یاشار ساخته بابک خرم‌دین در سال 94 در موزه سینما اکران شد، بابک از پدرش دعوت کرد که به روی صحنه بیاد. پدرش هم اومد و در سخنانی کوتاه گفت: من سرهنگ پیاده خرم‌دین هستم. 30 سال خدمت کردم و خوشحالم که در مقابل مملکتم انجام وظیفه کردم. به جوان رو توصیه میکنم از این گهواره وطن غافل نباشند، چون رشد و سربلندی اونا در همین مملکت اتفاق میفته. از این 30 سال خدمت 17 سالش رو دور از خانواده انجام وظیفه کردم و تمام زحمات خانواده روی دوش این خانوم عزیزم که وطن دوم من هست بوده. خودم هم شیمیایی هستم و به هم ترکش خورده، ولی جانباز بودن من در کشورم ثبت نشده و هیچ حقوقی از هیچ ارگانی دریافت نمی کنم بابت جانباز بودنم. و الان هم که اینجا هستم به خاطر فرزند عزیزم بابک هستش که ازش تشکر می کنم. زمانی که پدر بابک داشت در روی صحنه سخنرانی میکرد، بابک مضطرب بود و همش عجله میکرد که پدرش زودتر حرفاشو تموم کنه و همش با ایما و اشاره به پدر و مادرش میگفتش که زودتر تمومش کنید. حرفای پدر بابک روی صحنه برای بابک جالب نبود و بابک حتی روی صحنه هم به پدرش اعتماد نداشت و میخواست که هرچه زودتر پدرش حرفاشو تموم کنه. البته در این فیلم کاملا گویا هست که بابک خرم‌دین هم حالات عصبی زیادی داشت. پدر بابک در سخنرانیش اعلام میکنه که در 30 سال خدمت 69 ماه در مناطق عملیاتی بوده، 2 بار شیمیایی شده و 4 بار هم ترکش خورده و گفته که خوشحاله که در برابر مملکتش انجام وظیفه کرده، اما یادش رفته در مقابل فرزندش هم انجام وظیفه کنه، چون هیچ پدر و مادری حاضر نیست که حتی یه تار مو از سر بچهش کم بشه، چه برسه بخواد اونو بکشه و تیکه تیکه کنه و بعد اعضای بدنشو بندازه سطل آشغال. واقعا حتی حیوان هم همچین کاری نمیکنه. فقط کافیه یه سری به مستند حیوانات بزنید که ببینید حیوانات برای به دست آوردن غذا برای بچه هاشون چه تلاش و چه زحمتی میکشن. اون وقت متاسفانه این دوتا شیطون صفت چه بلایی که سر بچه هاشون نیاوردن. بابک خرم‌دین در فیلم سوگنامه‌ای برای یاشار که آنطور که خودش گفته بود تا حد زیادی با الهام گرفتن از زندگی خودش ساخته بود، او در سال 89 به عنوان دانشجو راهی لندن میشه و در اونجا با مسائل مهاجرت و غربت درگیر میشه. یاشار شخصیت اصلی فیلم او هم همچین سرگذشتی داره. یاشار جوانیه که با ویزای دانشجویی وارد لندن شده.
همزمان با اتمام کالج دچار مشکلات مالی و دلتنگی برای خانوادش و کشورش میشه. اکنون اون بین ماندن و برگشتن مردد میشه و به استیصال میرسه. این نقش رو یاشار علی شناس بازی کرده بوده که از دوستان نزدیک بابک خورمدین بوده و سابقه بازیگری هم نداشته. بابک خورمدین برای گرفتن بازی بهتر از او فیلم نامه رو در اختیارش نذاشته بود و صحنه به صحنه موقعیت رو برای او توضیح میداد. بابک برای فیلم سوگنامه برای یاشار یادآور شده بود که این فیلم اولین فیلم حرفه‌ای او بوده، اما سوگنامه برای یاشار یک فیلم حرفه‌ای نیست و این فیلم بدون هیچ گونه امکانات و حتی مجوزی با کمک دوستانی که آن زمان داشتم ساخته شد و یک فیلم کاملا شخصیه. اگه میخواستم مجوز بگیرم داستانی برای خودش میشد. با ویزای دانشجویی نمیتونستم برای مجوز اقدام کنم و در دوره هم در لندن زندگی میکردم که خب با هموطنانم به خوبی برخورد نمیشد. این روش فیلم سازی رو در اونجا گریلا یا چریکی میگن و خود دانشجویان انگلیسی هم به این روش فیلم هایی میسازند. زنده یاد اکبر عالمی هم در مراسم بابک حضور داشت و در سخنانی کوتاهی گفته بود بیشتر از 10 سال پیش بابک خرمدین دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران بود و بعدها شنیدم رفت انگلیس و از شنیدن خبر برگشتش به کشور خیلی خوشحالم. و آقای بهروز معاونیان صدا بردار هم در مراسم بابک گفته بود بیشتر صداها در این کار با خود دوربین ضبط شده بود، اصلا یک کار سوپر مستند بود، ولی تمام حس کارگردان نسبت به پدر و مادرش و اینکه چطور شد رفت و چطور حس نزدیکی به همین پدر و مادر باعث شد برگرده در فیلم کاملا پیدا بود و خوشحالم که امشب این پدر و مادر، یعنی پدر و مادر بابک خرمدین رو از نزدیک میبینم. اینم صحبت‌های آقای بهروز معاونیان صدا برداری بود که در مراسم آقای بابک خرمدین در سال 94-95 شرکت کرده بود. اما حکم قضایی پدر و مادر بابک خرمدین، طبق ماده 351 قانون مجازات اسلامی ولی دم همان ورثه مقتول می شوند. ورثه اولیای دم هستند. در این پرونده چون اولیای دم خودشون در قتل نقش دارند، سمت اولیای دم بودنشون ضایع میشه و کنار میره. مقتول فرزند و همسر نداره، پس اولیای دم درجه یک نداره. پدر قاتل مشمول قانون 612 قصاص نمیشه و 3 تا 10 سال حبس داره. مادرش هم که معاونت در قتل داشته طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی بیش از 15 سال حبس خواهد داشت. اما خانواده داماد خرمدین، یعنی خانواده فرامرز، از اکبر خرمدین و همسرش شکایت کردند و خواستار اشد مجازات شدند و خواستند اکبر خرمدین قبل از اینکه به مرگ طبیعی بمیره زودتر اعدامش کنند. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به خانواده خرمدین در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتما و لطفا با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.